جغد جنگ جهانی اول از سالهای 1294 شمسی مطابق با 1915 میلادی در آسمان بیشتر کشورهای دنیا به پرواز درآمد. ولی قبل از اینکه به آسمان ایران برسد، مجلس شورای ملی رسماً اعلان بی‌طرفی کرد. اما انگلیس توانست توافق رقیب دیرینه‌اش روسیه را برای اشغال ایران جلب نماید. پرواز این جغد شوم علاوه بر در آستانه سقوط قرار دادن دولت ایران، برای ملت قحطی، وبا و مرگ برمغان آورد. من که بعدها با رواج شناسنامه روح الله آمیده شدم، در خمین در منطقه کمره واقع در مرکز ایران زندگی می کردم. ما به علت دوری از مرزها در اوایل جنگ فقط خبرش رو می شنیدم.
میرزا، میرزا، میدونم به خاطر من اومدی اینجا. پیغام بدم، چند بار اومدم ببینم برای تو خودتو قایم کردی. چرا میرزا؟ چرا؟ تو زندان همش به تو فکر میکردم، میگفتن، ولی من باور نمیکردم. سفید شده میرزا، ببین چی به روزه داردم. پاشو از امروز مهمون من هستی. پاشو بیا بیا. این مرد تو خوشون، من خودم سربازش بودم. هر جا همه گیر میکردن میگفتن چی؟ میرزا. چرا؟ چون کلش خوب کار میکرد. ما همیشه حواسمون به هم بوده. خیلی وقتا همین مرد منو از مرگ حتمی نجات داده، ولی هیچ وقت گیر نکرده که من بخوام طلاق کنم. میرفتیم مالیات جمع میکردیم، درباریا مالیاتو به زور از ما میگرفتن. چیکار میکردن؟ هر جا تینا میکردن. خب ما هم گفتیم خودمون میگیریم، درست خرج میکنیم. به خاطر میرزا همه جمع شدن، شدیم شاه دوستا. تو تنها کسی هستی که جرأت میکنه به من بخنده میرزا. نخوام میرزا. همین روزا میریم تهران تاجگذاری، اون وقت بخن. پادشاه، اونم تو. تو همیشه منو دست کم گرفتی میرزا. من دیگه اون زلقی سابق نیستم. روزنامه چی دارم؟ دست همه چیز مطلعم. بیا روزا الان نزدیک تهران هستن. احمدشاه ترسیده میخواد پایتخت ببره اصفهان. تهران الان ساب نداره، منتظر باز. با قنصول انگلیس مذاکرات داشتم، قول داده برام توپ بفرسته. حتما میخوای باور کنی. فکر میکنی چی آدماشو فرستاد که میرزا امروز میاد آسیا؟ ده کلم شخان از شدی عمله زور. میرزا، من شاه میشم، تو را میذارم صدر اعظم. هنوز بچه ای علی قلی. میرزا تو بچه ای.
میرزا. میرزا این تفنگو بگیر بزن تو قلب من که داره از غصه میترکه. بزن علی قدیم، اینا رو ول کن، بیا با من بریم. پیشرفت اجانب موجب ترس همگانی شده. امیر مفخم در یک اقدام هماهنگ با قنسول آلمان یک فوج 400 نفره از مردم غیرتمند و شجاع کمره را به جنگ روس که به نزدیکی سابه رسیده بود فرستاد. هر چقدر دار من سه برابر میدم. خوبه بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. توی راه که داشتم می اومدم با دیدن این جوونا به یاد گذشته خودم افتادم. بعدم فهمیدم واسه چی اینجا جمع شدیم. به خاطر دین.
به خاطر شر، به خاطر ناموس، به خاطر شرف. به همین خاطر با اجازه امیر حشمت گفتم جناب سالار محتشم، صارم همایون، حاج جلال لشکر و یدالله خان پسر بنده هر کدوم با 100 سوار میرن که با دشمن اجنبی بجنگن. آقا تو این دنیا هیچی بدون زحمت به دست نمیاد. همین آزادی که مشروطه به ما داد با نثار خونی کسایی مثل بنده به دست اومده. مثل بنده؟ یادم میاد تو قضیه فتح تهران من اونقدر خودم تیر انداختم که تو که تفنگم سرخ شده بود. البته من که در مقابل ملت کسی نیستم، ولی خب همین ما بودیم که جنگیدیم، همین ما بودیم که مبارزه کردیم، همین ما بودیم که بارها تا پای مرگ رفتیم و البته مزدش هم گرفتیم. آزادی به دست آوردیم، آزادی. حالا ای کاش به جای این عصا تفنگ تو دست من بود. برید عزیزای من، برید. طبل غلام شاه خانه. آره. وقتی جوانان شجاع کمره به جنگ با روس رفتند، غلام شاه خان شد حاکم مطلق کمره. می گفتند او اعلام کرده مالیات ها را افزایش می دهد و مردم تصمیم داشتند پرداخت نکنند. تاش به ما میرسه. اگه از الان بخوایم به اینا دست این همون تخم ظلمیه که تو کاشتی. بریم. هاجر به خدا پشیمون میشید. باریکلا
تو مرغ حاضر آقا. همه مردم کمره میدونن تأمین و حفاظت مردم بدون دخل و خرج امکان نداره. از امروز تا 5 روز دیگه مالیات ها 10 برابر میشه. هر کی نمیتونه بده طوری نیست، هر کی هم داره و میخواد نده بازم. فقط بدونن میام گوشواره های زناشون رو از تو گوششون میکنم و میرم. بریم. کسی که سرباز به فوج کمره داده چی؟ خیلی خوبه، می نویسیم. آقا جواد پیشنهاد کرد همراه با نامه‌ای که برای امیر مفخم نوشتند هدایایی هم ببرند، اما وقتی رسیدند که امیر مفخم خواهر عقد کرده غلام شاه خان را به خانه می برد، گرگ و شبان بنای دوستی گذاشت. درست زمانی که ما به شدت به آقا سید مرتضی احتیاج داشتیم خبر آمد که لشکر روس وارد اصفهان شده و تمام راه‌ها بسته. آقا سید مرتضی نمی‌توانست بیاید، اما ما اصرار داشتیم خبر را به مادرم ندهیم و مادرم هر روز نگرانیش بیشتر می‌شد. شوهرم رفته فوج کمره، من موندم و خانوادم کنم. اگه اجازه بدی خانوادم رو برداری بیاییم اینجا. اگه اجازه بدی خانوادم رو برداری بیاییم اینجا. صاحبه 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 صاح
قدرت غلام شاه خان رو به اتمام بود. برای کسانی که نمی توانستند مالیات 10 برابر را بدهند، چاره جز این که به قلعه پناه بیاورند نمانده بود. آقا جواد مخالف بود، ولی عمه محکم ایستاد که در خانه آقا سید مصطفی هیچ وقت بروی کسی بسته نبوده. مردم آمدند و بیرون قلعه را که سالها متروک مانده بود بار دیگر زندگی بخشیدند. جمع شدن آقا. های تو بفرمه. کاش همه عقل تو رو داشتن. قربانت عقل دارن، گندم ندارن. خفشو مردک، فکر میکنی نمیدونم چقدر به تاجرا فروختین؟ کسایی که گندماشون رو فروختن باید به قیمت فروش بدن. خرواری 60 تومن. کسایی که دارن میرن تو قلعه مالیاتشو باید صاحب قلعه بده. به خدا ما ها اگه پول داشتیم که اینجا نمی اومدیم. خدای بالا سر شاهده که حتی یه دونه گندم برام. چه شد؟ بریم. مردنگی تا این شب خاموش نشده همه باید از قلعه بیرون بیان و الا جهنمی درست میکنم که تر و خوش با هم بسوزن.
همیشه کردی؟ بله. راه برج کجاست؟ من بلدم. میرزا میتونه اینجوری بزنه. میرزا با این کارت باز یاغی شدی. میرزا هنوزم دیر نشده، بیای بیرون، کاری باید ندارم. آقا گلاتون اول راه. هر کی هر سلاحی داره برداره بیاره. برو اون برتر پسر جون.
نکنی. هیچ وضعیتی نباید دست رو سوسن. شب همه جا نگهبان میذاری. هنوز که مهلت غلام شاخان تموم نشده. شما به غلام شاخان اعتماد میکنین؟ میرزا خوش آمدی میرزا، اینجا اتاق مطالعه اون مرحومه. تا دلت بخواد کتاب هست میتونی کتاب بخونی. بده من. بده به من. خدا بیامرزدش. نگفتم. من امروز با این مردمی که توی قلعه جمع شدن صحبت کردم. این بدبخت ها خام شدن، گندماشون رو فروختن. حالا باید منتظر قحطی باشم. از اونجا که تا محصول بعدی باید تا 6 ماه صبر کنیم، مجبوریم جیره بندی کنیم. دیگه هم به اسباب و حیوانا جو ندیم. آخه چرا؟ میرزا خسته است، چراش بمونه، فردا بهت میگه. وقتی بافتن این پارچه تموم بشه برای آقا سید مرتضی عقد میکنه. اینجور موقع میگن رفته ها یاد ما کردن. رفته ها؟ بابات. میشه یکم آب برم بیاره؟ بعد از غارت کاروان مشهد نیروهای حکومتی رسیدن، درگیر شد.
من زخمی شدم. پدرت رسید به جسد بیهوش من. چشمامو که باز کردم خونه یکی از دوستاش تو کاشمر بودم. یک ماه مداوام میکردم. پدرت به همه میگفت همسفر مشهد هستی. بعدش چند سالی پیش دوست پدرت نلبندی میکردم. خدا رحمتش کنه، اسمش حداد بود. تا اینکه پدرت اجازه داد که برگردم. شاخانه نه، اگه اون بود هیزما رو میذاشت پشت در. زلقی زلقی زلقی